سلام به بینندگان تلویزیون برابری ما هفته قبل در واقع درباره امکان یک جنگ سراسری در خوابر میانه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که کشتن حسن نصرالله توسط اسرائیل یه ترفندی بود برای ایجاد چنین جنگی جمهوری اسلامی هم چکار کرد همونطوری که همه میدونیم واکنش نشون داد و اسرائیل رو موشک باران کرد اگه یادتون باشه در اولین, اولین موشک بارانی رو که جمهوری اسلامی اسرائیل رو کرد در 13 آپریل بود و من در اون موقع گفتم که این یک نمایش بود ولی یک نمایش قدرت بود دلیلش هم بیم بود که نه تا از موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی در اون موقع از خطوط دفاعی اسرائیل عبور کردن و اتفاقا به پناگاه بزرد میخوام به یک پایگاه هوایی اسرائیل مهمترین پایگاهش برخورد کردن. موشک باران دوم هم واقعا یک نمایش کماکان نمایش قدرته و ولی یک نمایش قدرت بسیار اساسی تریه پرزور تریه. خب در این موقع جمهوری اسلامی سه تا پایگاه هوایی اسرائیل رو زد به خصوص پایگاه نواتیمو که محل نگهداری همون هواپیما های F-35 بعد یک تاسیسات گازی رو زد و یک تجمع از اسرائیل رو یعنی در واقع این حمله موشکی که شد به اسرائیل از این جهت قدرتمند بود که نشون داد که ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه سیستم دفاع ضد موشکیش آسیب ناپذیره یه ادعای کاذبیه این سیستم دفاعی دفاعی موشکی اسرائیل سه تا لایه داره لایه اولش همون لایه چیه پیک پیکان مزرف پیک نه پیکانه ارو که این چکار میکنه موشک های در واقع بالستیک و در یک ارتفاع بالا میزنه لایه دومش هم چیه فلاخن داویده که این موشک های میان برد قرار بزنه و فلا... لایه بعدیش هم چیه؟ همون گنبد آهنینه که موشک رو که از نزدیک زده میشه قرار بزنه ولی در هر صورت حمله ای رو که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد نشون داد که این سیستم دفاعی موشکی واقعا به اون شکلی که اسرائیل ادعا میکنه نیست فقط تو پایگاه نواتیم که مهمترین پایگاه اسرائیل، پایگاه هواییه و بیش از هر جای دیگه سیستم دفاعیش مستحکمه میگن که 34 موشک جمهوری اسلامی به اون اصابت کرده حالا که جمهوری اسلامی میخواست مثلا به مناطق غیر نظامی مثلا تلاویو یا هایفا حمله کنه خب کلی موشک میزد و خسارات وارد میکرد اینو هم اضافه کنم که حملات جمهوری اسلامی هم به مناطق نظامی بود و به مناطق غیر نظامی اصلا حمله نکرد درست برخلاف اسرائیل که هم در غزه و در هم لبنان دست به حملات وسیع بر علیه شهرها و مناطق غیر نظامی میزنه خب و اما اسرائیل واکنشش چی خواهد بود به این حمله موشکی به نظر من تا جایی که از مطبوعات گردآوری کردم و میبینم و حدس میزنم اسرائیل حتما جواب خواهد داد ولی صحبت سر اینه که این جواب وسعتش و عمقش چقدر خواهد بود و دوم این که زمانش کی خواهد بود خب الان داره بحث میشه بین اسرائیلی و اسرائیلی ها و آمریکایی ها که اسرائیل کجا رو بزنه ظاهرا اینطوریه ظاهر قضیه که آمریکایی ها به اسرائیل میگن که یک مناطق بسیار محدود و معدودی رو بزن و اساسا دیگه تمامش کن که یه جنگ سراسری در نگیره ولی اینکه که ها چی میخواهند بکنن اصلا معلوم نیست حالا مناطقی رو که اسرائیل میتونه بزنه اینها هستن اول مراکز فرماندهی سپاه و ارتشن دوم صنایع نظامی و موشکیه سوم راکتورهای اتمیه چهارمی چیه زیرساختهای نفتی گازی و باقیه زیرساختهای اساسی هستند پنجمی مناطق چیه؟ مسکونیه احتمالاً اسرائیل به مناطق مسکونی حمله اساسی نخواهد کرد در این مرحله بیشتر مراکز فرماندهی سپاه و ارتش صنایع انبارهای موشکی راکتورهای اتمی و زیرساختهای انرژی و نفتی اینا احتمالا مورد حمله ها. قرار خواهند گرفت حالا روی چند تا از اینا متمرکز خواهد شد آدم نمیتونه حدس بزنه و ظاهرا بین آمریکا و اسرائیل سر اینا چیه توافق وجود نداره و آمریکایی ها ظاهرا نمیخوان همگام اسرائیل بشن برای زدن این ظاهر قضیه است حالا در رابطه با باطنش من بعدا یه توضیح مختصری میدم ولی در رابطه با زمانش زمانش حساسیتش از اینجا ناشی میشه که در پنج نوامبر انتخابات ریاست جمهوری چیه؟ آمریکاست. اگر اسرائیل یک حمله فراگیر رو, رو بکنه به تاسیسات جمهوری اسلامی اگر آمریکا شرکت نکنه در این و به اسرائیل کمک نکنه این خب قطعا به ضرر چی میشه دموکرات ها میشه جمهوری ها کلی تبلیغات میکنن که ببینین اینا اسرائیل رو تنها گذاشتن و ضرورتا بخش وسیع از سهنیستا چه یهودی چه غیر یهودی در آمریکا ممکنه به ترامپ رای بدن و اساسا خود نتنیاهو هم طرفدار ترامپه از نقطه نظر این اگر ترامپ در واقع انتخابات رو ببره دستش برای در واقع ایجاد یه جنگ سراسری در خاور میانه و در لبنان و در قضه بازتر میشه حالا اگر ها همراه نتانیاهو و اسرائیل بشن و در یک حمله وسیع به جمهوری اسلامی شرکت کنن و اساسا جمهوری اسلامی هم یه واکنش وسیع رو نشون بده و این دیگه زنجیری از حمله به حمله متقابل تبدیل بشه به جنگ تبدیل میشه و در اینجا هم احتمالا به نفع دموکرات نیست به این دلیل که مردم آمریکا اکثریتشون چیه خانه جنگ نیستن حالا سعیمونیست ممکنه رأی بدن به دموکرات ولی بخش وسیع دیگری از مردم آمریکا که ضد جنگن ممکنه به اینا رای ندن و در هر صورت این وضعیت و زمان جنگ قبل از پنج نوامبر به نظر میاد که به نفع دموکرات نیست و حدس میزنم که دموکرات بیشترین سعی خودشون رو میکنن که ترافی اسرائیل رو به بعد از پنج نوامبر مکول کنن البته این یه حدس ممکن اسرائیل اصلا زودتر از اون دست به حمله بزنن ولی اینکه دست به حمله میزنن چیه؟ هیچ شکی توش نیست اگه برگردیم به میزان حمله باز اینطوری به نظر میاد که امریکایی ها و انگلیسی ها به طرفین میگن که خودداری کنین دست به جنگ افروزی نزنین در ضمن من میگن که اسرائیل چیه حق دفاع از خودش داره ظاهرا اینها خواهان چی ایجاد یه جنگ فراگیر نیستن ولی این ظاهر قضیه است اساسا میتونن که پشت این ظاهر خود آمریکا، اسرائیل و اروپا و ناتو همه دارن خودشونو برای یک حمله فراگیر به جمهوری اسلامی آماده میکنن. البته نمیگم اینطوری هست ولی میگم این احتمال هم وجود داره. آدم 100 در صد نمیتونه بگه که حرف حساب اینا چیه. یک دلیلم برای گفتن این حرف اینه که آمریکا مدام اسرائیل رو در رابطه با غزه و لبران گفته خودداری کنین صلح بکنین اسرائیل همه هیچ وقت توصیه آمریکا رو قبول نکرده و درست برعکسش عمل کرده ولی آمریکا همزمان چیکار کرده از اسرائیل حمایت کرده بیشتر این سلاح ها رو بهشون داده نمونه آخرش نمونه همین کشته شدن نصر فرانسه و آمریکا یک سال 21 روزه پیشنهاد کردن ظاهرا بنا به گفته وزیر امور خارجه لبنان حزب الله و حسن نصر الله هم اینو پذیرفتن بعد فرانسه و آمریکا به لبنان گفتن که نتانیاهو هم قبول کرده ولی در عمل این شد که حسن نصر الله رو خام کردن و اینو به قطبا کشوندن و اسرائیل زد کشتش و بعد از اون اصلا جنگ رو تشدید کرد و الان به طور بحشیانه داره بمب میندازه روی لبنان همین امروز هم یک چیزی که اتفاق افتاد اینه که حماس برای اینکه به اسرائیل نشون بده که من هنوز زندم و شکست نخوردم شکست نخوردم به سمت اسرائیل موشک پرانی کرد و اسرائیل هم به شکل وحشیانه این غذا رو بمباران کرد بنابراین واقعا یک چیز رو میشه با قطعیت گفت اون هم قطعیت نه صد درصد اینه که اسرائیل قطعا واکنش نشون خواهد داد و واکنشش از دفعه قبل که فقط یک رادار رو گویا در نفتن زد بسیار وسیتر خواهد بود ولی اینکه عمق این واکنش و وسعتش چی خواهد بود و در چه زمانی صورت خواهد گرفت واقعا قابل پیشبینی نیست یا حداقل من نمیتونم پیش بینیش کنم نمیتونم چیزی در موردش بگم و اما این حالت رو در نظر بگیریم که اگر اسرائیل چور کنه و ناتو و آمریکا در اتحاد با هم یک حمله بسیار وسیع رو بکنن به جمهوری اسلامی به نظر من این واقعا مقدمه یک جنگ جهانی میشه الان میگم چرا من این بحث رو قبلا هم کردم بعد از آغاز جنگ در اوکراین در واقع یک آرایش معین قوا در جهان صورت گرفت قبلا سیال بود به طور نطفه ای وجود داشت ولی بعد از جنگ در اوکراین اوکراین شکل قطعی پیدا کرد و اون چیه یک اتحادی بین روسیه چین کره شمالی و جمهوری اسلامی در واقع شکل گرفت و این اتحاد هم در مقابل چیه آمریکا و ناتو و اساساً من قبلا گفتم که سه نقطه آتشزا در جهان چیه وجود داره شرق دوره اروپاست و خاور میانه و بعد از جنگ اوکراین این سه نقطه واقعا به هم گره خوردن بنابراین حمله به ایران و ایجاد یه جنگ فراگیر در اونجا بناگذیر روسیه و چین و همچی وارد معادله میکنه ببینیم جمهوری اسلامی به روسیه چی داد؟ پهبادهای شاهد رو داد و بعد از اینکه این پهبادها رو داد این پهبادها تو جنگ یک تاثیر مهمی رو گذاشتن بعد جمهوری اسلامی به روسیه کمک کرد که یک کارخانه پهبادسازی در روسیه ایجاد کنه بعدم اخیرا اروپایی ها گفتن که چی؟ با امریکایی که ایران 700 تا موشک فت به روسیه داده اعتراضم هم کردن یه تحریم هایی رو هم بر علیه جمهوری اسلامی چکار کردن اعمال کردن به همین مناسبت بعد روسا هم کلی سنا... های دفاعی و غیره دادن و متخصص رو فرستادن کجا ایران بنابراین الان روسیه و ایران در یه اتحاد بسیار نزدیکی هستند. و یه حمله به ایران قطعا چهار میکنه حمله بسیار وسیع خب روسا ازش دفاع میکنن و اساسا اتحاد روسیه رو واقعا وارد این ماجرا میکنه اینطوری نیست که روسیه کنار بشینه و بگذاره که ایران رو بزنن ببینید در همین اواخر نتانیاهو هفته قبل بود سعی کرد به پوتین زنگ بزن اصلا پوتین تلفن رو بر در سازمان ملل مدام روسا به شکل خیلی شدیدی به اسرائیل چکار میکنن انتقاد میکنن در رابطه با غزه در رابطه با لبنان و غیره بنابراین اگر جنگ قرار بشه فراگیر بشه که نتنیاهو میخواد فراگیرش کنه و میخواد آمریکا رو وارد این جنگ بکنه قطعا این جنگ روسیه رو وارد میکنه و از چین هم وارد میکنه نگاه کنید چین چکار کرد بین ایران و عربستان سعودی صلح برقرار کرد الان ایران عربستان سعودی ترکیه و امارات همه اینا میخوان برن تو داخل بریکس یک منافع اساسی رو داره بنابراین امیدوارم که این جنگ فراگیر نشه ولی اگر فراگیر بشه یک چشماندازش چیه اینه که در واقع یک جنبه جهانی پیدا کنه و اما دلایلم برای اینکه میگم جنگ ممکنه فراگیر بشه احتمال زیادی داره که فراگیر بشه اینه که اولا خود خصلت کنونی چیه دولت و حکومت اسرائیل قبلا هم در مورد صحبت کردیم دولتی که الان سر کاره هایی که در اسرائیل الان هجمونی دارن و تقریبا 90 درصد مردم از اینا حمایت میکنن یک جناهای فاشتیستی مذهبی و آخر از زمانی یعنی واقعا این دنبال اینا دنبال جنگ و ویرانی و نظرشون اینه که خب دنیا ویران که بشه اون مسیح مورد نظرشون چکار میکنه؟ ظهور میکنه یه فاکتور دیگه در اسرائیل خود مسئله نتنیاهوه که کلی پرونده داره و اگه جنگ تمام بشه اینو میگیرن محاکمهش میکنن فاکتور دیگه چیه؟ لوبی آهو یا اسرائیل در چیه؟ در آمریکاست که قدرت بسیار زیاد و نفوذ بسیار زیادی رو هم در کنگره آمریکا داره و هم در دولت آمریکا داره و هم در این در واقع تینگ تانک هاش مراکز بسلا فکریش یه نکته دیگه ای که هم واقعا مهمه و میتونه به همچین جنگ فراگیری منجر بشه یک تغییر ساختاری در دولت آمریکا بعد از سال 1990 ما قبلا سریم این بحث هم کردیم بعد از سقوط شوروی در واقع نیوکان ها که بریزنسکی یکی از تئوریسین بود با اینکه دموکرات بود ولی از تئوریسین های اونو بود این طر رو داشتن که آسیا و اروپا رو چکار کنن تحت سلطه آمریکا در بیارن یه امپراتوری جهانی آمریکا درست کنن و اساسا جهان زیر نگین آمریکا باشه اینها اساسا از این تهر هنوز که هنوز دست بر نداشتن جنگ هایشون در عراق لیبی و همه جاها در راستای این تر بوده در افغانستان با این که شکست خوردن هنوز از رو نرفتن و دنبال این تر هم حتی جنگی رو که در اوکراین هم به راه انداختن در رابطه با اجرای این تر بود که در اونجا خوشبختانه دارن شکست میخورن ولی در هر صورت اینها به طور کلی جنگ طلبن علارغم شکست هایی که خوردن دنبال جنگن و همیشه فرمولشون اینه که بمباران کنید بکشید نمون های خیلی بارزشون جان بولتونه با اون لینسی که سناتوره که اینا هر کجا رو روسیه رو بزنین بمباران کنین از بینش ببرین جمهوری اسلامی رو بمباران کنین از بین ببرین چین رو بمباران کنین خب اینها تو آمریکا چیه یه نفوذ بسیار زیادی رو دارن به علاوه اینکه در خود کاخ سفید الان در قسمت های کسایی سی که حاکمان سعیونیست هستن بایدن خب سعیونیسته خودش هم میگه من سعیونیستم گفت اصلا در از در از سخنرانی هایش من یهودی نیستم ولی سعیونیستم بعد تونی بلینکن و اون جک سولیوان جفتشون یهودیان و سعیونیست های قخاری هستن بعد تنها نیرویی که تو آمریکا الان ظاهرا در مقابل یه جنگ فراگیر پنتاگونه چون پنتاگون میگه بابا ما الان نه نیرویشو داریم نه توانشو داریم کنیم یه همچین جنگی رو رو بندازیم انبارای موشکیمون خالیه باید در رابطه با اوکراین کلی موشک مصرف کردیم بعد ما باید کلی موشک حاضر آماده داشته باشیم که اگر با چین یه درگیری پیش اومد باش روبرو بشیم اساسا این کار که یه جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی را بندازیم احمقانه است به علاوه حتی اگه جنگ فراگیر را بندازیم در این مرحله تنها کاری که ما میتونیم بکنیم میتونیم که تاسیساتش رو بمباران کنیم رو بمباران کنیم خب پنج سالی به عقب میندازیم تولید رو یا تولید سلاح رو میره اینا رو میبره زیر زمینی میکنه تولید میکنه باید بریم ایران رو اشغال کنیم اگه میخوایم جلو این کارا رو بگیریم و این کار هم واقعا یه کار بسیار پر هزینه ایه. حالا یه همچین جدال هایی تو واشنگتن درگیره و اینکه کی میبره اینو آدم نمیدونه الان من, من که نمیدونم اون زیر زمین بین اینها تو پشت پرده چی واقعا داره میگذره چه مذاکراتی رو میکنن و اساسا اساسا به چه توافقاتی رسیدن شاید اسرائیل رو قانع کردن که بله یه حمله ای بکن ولی آنچنان وسیع نباشه سمبولیک باشه بر هم جمهوری اسلامی هم حمله نمیکنه یا برعکس ممکنه دارن با هم توافق میکنن که حمله بسیار اساسی بکنن به کمک ناتو، آمریکا، کشورهای اروپایی، اسرائیل و آدم نمیدونه ولی در حالت دوم اگر اینا همچین حمله ای رو بکنن اینا نمیتونن متوقفش بکنن جمهوری اسلامی حتما جواب میده و چون سه هزار میگن موشک داره از همین موشک های بالستیکی که به اسرائیل نفوذ پیدا کردن موشک های بسیار دیگه ای داره روسیه ازش دفاع میکنه و سیستم های دفاعی روسیه بهترین سیستمان و ممکنه ما با یه جنگ فراگیر روبرو بشیم. حالا فرض بر این بگذار ما وظیفمون چیه اساسا تاکتیک و استراتژی سوسیالیستی در این وضعیت چی باید باشه از نظر تاکتیکی ما باید در درجه اول با جنگ مخالف باشیم و طرفین جنگ رو محکوم کنیم در اینجا واقعا طرفین جنگ جنگ طلبان هم جمهوری اسلامی و هم اسرائیل و یه جنگیه که الان الان بل چند هست که بین اینا چیه جریان داره بالا و پایین میره ولی جریان داره و جمهوری اسلامی و عواملش در منطقه اینها خودشون هم چی جنگ افروزن اسرائیل که صد در صده ولی این جنگ فرسایشی و دراز مدته ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اسرائیل میخواد که این جنگ فرسایشی دراز جاری رو تبدیل کنه به یک جنگ سراسری من فکر میکنم وظیفه مقدم تاکتیکی که ما الان داریم و همه دنیا داره اینه که مانع از این بشیم که این جنگ در واقع فرسایشی و تدریجی تبدیل بشه به یک جنگش عظیم این بسیار بسیار مهمه و این وظیفه مقدم در کنار این باید با جنگ فرسایشی و درازمدت هم مخالفت کنیم و بگیم که ما به طور کلی ضد جنگیم و برای اینکه شرایط در واقع جنگ و بر بیاندازیم باید برگردیم به تحلیلی که من قبلا کردم در یه سلسله گفتارهای دیگه و تحلیلم این بود که سرمایهداری جهانی بعد از سقوط شورایی بعد از طی مراحلی به یه نقطه ای رسیده که ما شاهد یک سری ها در اون هستیم و در اون قطبه های مختلف و در اون قطب مختلف برای کسب هژمونی دارم به شدت مبارزه میکنم و اساسا این مبارزه ممکنه به جنگ تبدیل بشه و آلترناتیو سوسیالیستی در مقابل این جنگ چیه صلح ولی صلح باید یک صلح سوسیالیستی باشه منظورم رو الان توضیح میدم ببینید صلح در جامعه سرمایه داری در واقع یه جنگیه که موقتا تعلیق شده تعلیق شده برای چند دهه در بهترین حالت و دوباره شروع میشه چرا برای اینکه جنگ در جامعه سرمایه به خاطر قرضوردی این اون یا اون سرمایه دار دولت مرد نیستش به دلیل تضادهای اساسی سرمایه که در مراحل معین و شرایط معینی به جنگ مطرح میشه برانداختن جنگ واقعا مستلزم برانداختن سرمایه برقراری جامعه چیه؟ سوسیالیستیه جامعه که در اونجا در واقع از تولید ارزش اضافه و انباشتش که علت العلل اساسی جنگ در جامعه سرمایداری هست خبری نیست این در واقع استراتژی ما هست که ما انقلاب سوسیالیستی و صلحی رو که در جامعه سوسیالیستی ارائه میکنه باید در مقابل جنگ شار کنیم تبلیغ کنیم جنگ نه صلح و سوسیالیسم آری ولی در کنار این در شرط حاضر باید تبلیغاتمون متوجه چین باشه تبلیغاتمون فعالیتمون و هر کاری که از دستمون برمیاد متوجه این باشه که چکار کنیم شعله ور شدن این جنگ در واقع فرسایشی رو به یک جنگ سراسری ازش جلوگیری کنیم این یکی دومین اگر این جنگ صورت گرفت علارم خواست ما که ما فکر میکنم تاثیر زیادی نمیتونیم در جلوگیریش از اون داشته باشیم ولی جنبش های ضد جنگ در خود اروپا بسیار بسیار قوی هن. و هم در آمریکا همین آلمان وقتی شما نگاه بکنید جنبش های طرفداری از فلسطین بسیار قوی هن. و همین جنبش ها در واقع جنبش های صلح هم هستن اگر پشت جلوی جنگ رو گرفت، جنگ فوری رو، این کار بسیار خوبیه و ما باید در این رابطه چکار کنیم، فعالیت کنیم. ولی اگر این نشد و این جنگ در واقع صورت گرفت، ما در به خاطر این جنگ به سندازه سرسوزنی نباید از جمهوری اسلامی دفاع کنیم. ما باید همون پروژه در واقع سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی رو ادامه بدیم. و از جنگ به عنوان فرصتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت مردمی که خواهان صلح هست چیه استفاده کنیم و در این راستا باید به طور قاطع با اون چپنماهایی که در واقع محور مقاومتی هستند و تحت لبای در واقع مبارزه با ایمپریالیزم از جمهوری اسلامی دفاع میکنند کاملا مرزبندی کنیم و اونا رو افشا کنیم در کنار اون این یک خطر دیگری رو هم باش باش خیلی جدی برخورد کنیم خطر بزرگتری هم هست الان ببینیم این امپریالیست آمریکایی خود اسرائیلیا سلطنت ها و بخش وسیعی از اپوزیسیون در واقع بورژوایی چیکار میکنن دارن اسرائیل و غرب با به عنوان ناجی مردم ایران جا میزنن و دارن از اسرائیل دعوت میکنن که حمله کنه به تاسیسات اتمی ایران یا تاسیسات دیگر ایران و خب اینها هم واقعا جنگ طلب و ضد بشر و ضد مردم ایران به خصوص ضد مردم زحمتکش و کارگرا و ملل تحت ستم هم. ما اینها رو هم باید به شدت چکار کنیم افشا کنیم و تاکتیکی رو که دنبال می کنیم واقعا در عین حالی که ضد هم جنگ فوری هستیم هم ضد جنگ فرسایشی و دراز مدت هستیم و هم اساسا صلح میخواهیم و سوسیالیسم در مقابل جنگ قرار میدیم علیرغم همه اینا این آماده این باشیم که انقلاب کنیم آماده این باشیم که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و در همین راستا امپریالیسم و در واقع نوکران و عاملانش رو در ایران که رضا پهلوی و سلطنت طلبها مهمترین اونا هستن افشا کنیم یه مسئله دیگه هم که میمونه این وسط اینه که ما با حمله با آدم کشی رو که الان اسرائیل در لبنان و فلسطین راه انداخته چه برخوردی رو باید بکنیم ما قطعا باید اسرائیل رو محکوم کنیم ما باید از قطعا از مردم فلسطین و از مردم لبنان دفاع بکنیم البته در این دفاعی که از مردم فلسطین و لبنان میکنیم باید با حزب الله و حماس هم مرزبندی کنیم به یک چیز هم من اضافه کنم ببینین جمهوری اسلامی ما نباید تضاد حزب الله و حماس با اسرائیل و با تضاد جمهوری اسرائیل جمهوری اسلامی با اسرائیل قاطی بکنیم ببینید تضادی که بین جمهوری اسلامی به اسرائیل هست اینه که کی ارباب منطقه خاورمیانه میشه کی حرف اول رو میزنه کی در این منطقه هجمونه دعواشون سر اینه ولی دعوای حماس با اسرائیل صرف نظر اینه که حماس چه ایدولوژی رو داره سر اینه که اسرائیل یه نیروی اشغالگره یه نیروی آپارتایدی هست اومده سرزمین های فلسطینی رو گرفته و این حماس ولو اینکه ارتجایی باشه داره چیکار میکنه بر علیه این نیروی اشغالگر میجنگه همین در رابطه با حزب الله هم صرف میکنه ببینیم اسرائیل قبل در سال 1980 82 فکر کنم لبنان رو اشغال میکنه اصلا در اون موقع حزب وجود نداشته حزب الله اساسا در عکس عمل به اشغال اسرائیل به وجود میاد با اسرائیل مبارزه میکنه اسرائیل رو از لبنان بیرون میکنه و در هر صورت با هم تضاد دارم درسته که حزب الله اسلامی ولی تضاد حزب الله با اسرائیل سر اینه که اسرائیل یه نیروی زورگو و اشغالگر همسایه است حالا هم حماس و هم حزب الله متحد جمهوری اسلامی هن. خب این و جنبای ارتجایی دارن ولی عین جمهوری اسلامی نیستن حق دارن به اسرائیل بگن آقا تو, چه چی کار هستی کشور ما رو اشغال میکنی و بر علیهش مبارزه کنن میدونید حق دارن که اسرائیل رو بخوان من سرزمین خودشون بیرون کنن ولی جمهوری اسلامی دعوایی رو که با اسرائیل داره یا دعوایی رو که اسرائیل با جمهوری اسلامی داره سر یه چیز دیگه است سر هژمونی چیه توی منطقه است نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه در این حالی که ما هم جمهوری اسلامی و هم اسرائیل رو محکوم میکنیم و جفتشون جنگ افروزن بر نظر من فلسطینیا و لبنانیا حق بارن برای اسرائیل مبارزه مسلحانه کنن تا اونو از کشور خودشون بیرون کنن در این حال ما ایدولوژی های فاشیستی و فوندمنتالیستی هم حماس و هم حزب رو چکار میکنیم محکوم میکنیم من فکر میکنم تا همینجا من اون چیزی رو که میخواستم بگم گفتم امیدوارم که این جنگ اصلا این جنگی رو که من فکر می کنم به احتمال زیاد صورت خواهد گرفت اصلا صورت نگیره من اشتباه می اسرائیل به چندتا پر... چند تا موشک بزنه اینجا و اونجا و اساسا جمهوری اسلامی عکس عملی نشون نده و اساسا صلح که بین حداقل اسرائیل و ایران جنگ همون حالت چیزو داشته باشه اه... تدریجی رو داشته باشه جنگ فرسایشی باشه امیدوارم به یک جنگ فراگیر تبدیل نشه من صحبت در در همینجا تمام میکنم و در جلسات بعدی برمیگردیم به همون صحبت همیشگیمون خیلی ممنون